در بخش دولتی ما یه چیزی داریم مثل بنیاد سینمای فارابی. مهم. بنیاد سینمای فارابی به عنوان گنده ترین بخش سینما ایران بوده. اونجا که میخواستم بحث آقای بهشتی رو شروع بکنم، یه روزی آقای بهشتی یک بنیادی رو نهاد، بنا نهاده که همه سینمای ایران در اون بنیاد خلاصه میشد، نه فقط بخش بین الملل. تولید الان این روزا بحث داغ واگذاری تجهیزاته. خب یه روزی بدون استفاده از امکانات فنی بنیاد فارابی تو ما نمیتونی اصلا فیلم تولید کنی. یعنی اگر فارابی اراده میکرد که به شما تجهیزات نده، کسی نمیتونست فیلم تولید بکنه. خب الان شما فارابی فنی، شما الان عملکرد فارابی رو ببینید، عملکرد اون بچهای خصوصی رو هم ببینید، جوازی که اونا گرفته و اینا گرفته، فیلمایی که اونا دادن برای دیده شده و کدوم موفق تر بودن. بنیاد فارابی برآیند عملکردش صفره و همیشه بحث ما این بوده که بنیاد فارابی تبدیل شده به خاطر طولانی شدنش به یک فرسودگی و یک رسوبی رسیده. یه بخشش این هستش که به هر حال فیلم هایی که احتمال داده میشه و در جشنواره ها موفق باشند در اختیار بخش خصوصی قرار میگیره. بخش اصلی باز من حرفم این هستش که اصلا جشنواره هدف غایی ما نیست. ما در سال ممکنه 5 تا فیلممون این پتانسیل رو داشته باشن که در جشنواره‌های مطرح میگن بازار اونجا برای شما، اون جشنواره در پیتاره که اصلا ما کاری نداریم. جشنواره‌ای که حالا میگم هفته فیلم بوده در ملبورن، در بریزبن، در فلان، در فلان، بعد شده اسمش جشنواره، این که افتخاری نیستش که فیلم ایرانی میره اونجا این هم روش مانو میده. ما اصلا با این کاری نداریم. این جزء افتخارات نه فیلم نه سینمای ایرانه. یه فیلم ما رفته اونجا بلیت فروختن دیده اسمش رو گذاشتن جشنواره. حتی اگر یه فیلم ما فقط بره در برلین شرکت بکنم افتخاری نیست. ما به عنوان حرفه ای حوزه بین الملل میگیم که اتفاق بسیار مهمیه که یک فیلم بره در بخش رسمی برلین، به خاطر اینکه توزیع کنندگان بین المللی میان این فیلم رو میخرن. آواز گنجشکا میره در جشنواره برلین فورتیسیمو برش میداره، بعد عرضه بین المللی خوبی میکنه. برای یک فیلم ایرانی اتفاق خوب وقتی میفته که یک توزیع کننده دیستریبیوتر درست خارجی فیلم رو توزیع بکنه. هیچ کدوم از توزیع کننده‌های ما، حتی اون خصوصی هامون یا دولتی هامون، توانایی این رو ندارن که معادله کمپانی خوب حتی اروپایی یک فیلم در دنیا توزیع بکنن، چه اکران برسونن چه به تلویزیون ها بفروشن.